خوانندگی رو از سن 10 سالگی شروع کرده. 12 سال پیش یکی از دست‌هاش رو در سانحه تصادف از دست داده، اما با تلاش زیاد تونست به نواختن ساز و دنیای موسیقی برگرده. علی تمام قطعات پیانو رو خودش برای خودش تنظیم تک دست می‌کنه و جوری ساز می‌زنه که اگر دست‌های علی رو نبینید باور نمی‌کنید این آهنگ‌ها فقط با یک دست نواخته میشه. خیلی خوش اومدین به سمت نو. چقدر زیبا می نوازید. سلام عرض ادب، خسته نباشید. خیلی خوش اومدین، ممنون که دعوت ما رو قبول کردین. گوشه موبایلتون هم اگر سایلنت کنید. نه با زنده باشید. خیلی ممنون علی جان، در خدمتم. شما همونطور که من قبلا بهت گفتم، خیلی منو یاد ریک آلن میندازین، نوازنده درام که مثل شما دستش رو در حادثه تصادفی از دست داد. ایشون هم سازشون رو تغییر دادن برای اینکه بتونن دوباره برگردن به دنیای موسیقی. شما برای ما و بیننده هامو یک کوچولو میگین چی شد، چجوری برگشتین دوباره سراغ ساز، دوباره سراغ پیانو و دوباره از اول همه چی رو آغاز کردین و الان در این جایگاهین؟ اول دستتون درد نکنه، مرسی، ما از هنر شما استفاده میکنیم و بعد اگر میشه برای ما بگید. خواهش میکنم، ممنونم. لطف شماست، نظر لطف شماست. برای زنده باشید. من حالا بیشترین کاری که انجام میدم با پیانو به اصطلاحش میگن آکومپانیمان کردن، یعنی همراهی کننده است. بعد روی خط ملودی یه هارمونی من مثلا باش درست میکنم که حالا توی پیانو کلید دست چپ برای فا مثلا سول برای دست راسته. من تلفیق این دوتا که یه هارمونی مطبوعی از توش در بیاد به این صورت تنظیم میکنم. ولی خب چون نمونه ایرانیش چند تا بوده تو یوتیوب اول نگاه میکردم به صورت آزمون قطعه، بعد مثلا همونو میابردم رو هنگاهی که نوتش قبلا نوشته شده باشه که راحت تره، اونه هم که نباشه که مثلا خودم درمیارم مینویسم. علی جان یه سوال معذرت بکنم، الان مشغول به کار هستی در زمینه هنری، درسته؟ بله بله، نوازندگی. بله، بعد به ما میگی که کجا کار میکنی یا چجوری کار، اگر کسی خواست به شما من... دسترسی داشته باشه. نوازندگی جای خواهش میکنم، نوازندگی جای مختلفه، حالا رستوران، پاساژ. بعد پس شغلته کار نوازندگی پس، درسته؟ منبع درآمدتون. بله دیگه، پس اگه کسی خواست میتونه به پیجتون بیاد بهتون دایرکت بده، یعنی مثلا اینجوری میتونه باهاتون ارتباط بگیره که برید براشون بنوازید. خیلی عمالی، ما فکر کنم پیج شما رو هم گذاشتیم همون اولش که شما رو معرفی کردیم.